اعتراض هفته گذشته تشکل‌های مستقل کارگری به اصلاحیه قانون کار در برابر مجلس ظرفیت مقاومت در مقابل سیاست‌های ریاضتی و ضد کارگری حاکمیت را نشون داد و این امیدها رو برانگیخت که بشه به شکل‌های مناسب در مرحله اول اعتراضات رو تا پس گرفتن اصلاحیه دولت از مجلس ادامه داد. توجه شما رو جلب می‌کنم به گفتار کارگری از مریم محسنی. سلام می‌کنم به بینندگان عزیز تلویزیون رای کارگر. روز 25 آبان ماه بنا به دعوت سندیکای کارگران شرکت واحد از رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای اعتراض به لایحه ضد کارگری اصلاح قانون کار و ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی با بیمه سلامت در مقابل مجلس، جمع بزرگی در برابر مجلس تجمع اعتراضی برگزار کردند. گروه‌های کارگری، بازنشستگان و گروه‌های از دانشجویان هم در این تجمع که از ساعت 10 صبح شروع شد حضور داشتند. کارگران اعتراض خودشون رو نسبت به اصلاحیه قانون کار که تمام دستاوردهای حداقلی کارگران رو نشونه گرفته فریاد می‌زدند و همچنین نسبت به تجمیع بیمه‌ها معترض بودند. تجمع کارگران در مقابل مجلس شورای اسلامی در 25 آبان ماه جلوه دیگه از پتانسیل اعتراضی و پیگیری مطالباتی کارگران بود که در شعارهای اعتراضی تجمع کنندگان این خواسته ها و مطالبات تبلور پیدا کرد. شعارهایی مثل کارگر اخراجی شاغل باید گردد، معیشت، منزلت، اشتغال، حق مسلم ماست، قرارداد موقت ملغا باید گردد، توقف اصلاح قانون کار به نفع سرمایه‌دار، شرکت‌های پیمانکاری ملغا باید گردد، قرارداد موقت بردگی کارگر. علاوه بر این شعارها در کلیپ‌های ویدیویی و عکس‌هایی که منتشر شد، پلاکارت هایی هم دیده می شد که مطالبات کارگران و شعارهایی در اعتراض به لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار روشون نوشته شده بود. مثلا برچیده شدن قراردادهای موقت، حق برپایی تشکل‌های مستقل کارگری و برچیده شدن اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی. از چند روز پیش فراخوان این تجمع در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر و دست به دست می‌شد. بعد از اعلان این فراخوان خیلی از تشکل‌های کارگری اعلام حمایت کردند و گفتند به این تجمع می‌پیوندیم. گفتند 25 آبان ماه مقابل مجلس شورا همه با هم اعتراض می‌کنیم. در بخشی از گزارش منتشر شده توسط سندیکای شرکت واحد اومده که در ساعت 11 با افزایش شعارهای اعتراضی کارگران به تغییرات ضد کارگری در قانون کار، کانون شوراهای اسلامی کار تهران که اونجا حضور داشت محل تجمع رو ترک کردند. کارگران و رانندگان شرکت واحد که حضور چشمگیری در این تجمع داشتند، در پیاده روی مابین درب شمال شرقی و شمالی مجلس شروع به راهپیمایی کردند که کارگرای دیگه و گروه‌های از دانشجویان با این راهپیمایی همراه شدند و شعارهایی چون کارگر اتحاد اتحاد، وزیر کارفرمایی نمی‌خوایم نمی‌خوایم، معلم دانشجو اتحاد اتحاد، کارگر اخراجی شاغل باید گردد، معیشت منزلت اشتغال حق مسلم ماست و شعارهایی از این قبیل رو فریاد زدند. مطابق گزارش سندیکا ساعت 11 و 45 دقیقه بیانیه سندیکا در اعتراض به تغییرات ضد کارگری در قانون کار توسط یکی از اعضای سندیکای شرکت واحد قرائت شد و تجمع خاتمه پیدا کرد. تشکل‌های کارگری در آستانه این تجمع بارها در بیانیه‌ها و تومارهای خودشون اعلام کرده بودند که در برابر سیاست شریرانه حاکمیت و تغییرات ضد کارگری جدید در قانون کار تسلیم نمیشن.
و به اشکال مختلف اعتراض میکنن. تظاهرات روز 25 آبان نشون داد که کارگران بخش‌های مختلف اردوی کار و همچنین تشکل‌های مستقل کارگری ظرفیت‌های زیادی برای مقاومت در مقابل سیاست‌های ضد کارگری جمهوری اسلامی دارند و الان که حتی به همون حداقل‌ها هم هجوم آوردن، سازماندهی هرچه وسیع‌تر این مقاومت اهمیت بسیار زیادی داره. سیاست‌های ریاضتی که سال به سال عمیق‌تر و ویرانگرانه‌تر شده، چنان فشار بی‌رحمانه‌ای هم بر مزد و حقوق بگیران وارد کرده که حالا میشه گفت که هیچ وقت نیروی کار کشور در چند دهه اخیر اینطور بی حق و حقوق نبوده. اما در طرف دیگه اعتراضات کارگری هم هیچ وقت مثل چند ماه گذشته اینقدر وسیع و گسترده نبوده. تا الان اعتراضات زیادی از سوی کارگران نسبت به شرایط ظالمانه و بردهدارانه کار در واحدهای مختلف تولیدی صورت گرفته. شیوه رژیم در برخورد به اعتراضات، جلوگیری از گسترش دامنه اعتراضات و مقابله با سرایتش به سایر واحدهای تولیدیه، چه در سطح واحدهای مجاور و چه در سطح منطقه، و همچنین سرکوب کردن و دور کردن رهبران کارگری از محیط کار و واحدهای تولیدی بوده. این سیاست حاکمیت بوده. اما حرکت اعتراضی 25 آبان نشون داد که کارگران به خوبی و با هوشیاری از امکانات موجود برای رسوندن شعارهاشون به آحاد مختلف جامعه استفاده کردند و تونستن که مسائل کارگران رو در سطح وسیعی و در میون بخش بزرگی از مردم پخش کنن و در این حال با در پیش گرفتن شکل مناسبی از اعتراض زمینه‌ای برای اتحاد بیشتری از بخش‌های مختلف کارگران و بخش‌های دیگری از جامعه فراهم کنند که همه اینها ارزش مبارزاتی بسیار بالایی داره و هر کس که پاش در میدون مبارزاتی بوده به نوعی میدونه که چنین فرصت‌هایی برای ایجاد اتحاد طبقاتی چقدر مهم هستن. دور زدن سیستم اطلاعاتی و امنیتی یک مورد دیگه از این شکل مناسب و بسیار سنجیده مبارزاتیه. در ده ها واحد تولیدی که اعتصاب و اعتراض اتفاق افتاده، رهبران کارگری رو یا بازداشت کردن یا از کار اخراج کردن یا حکم تعلیق از کار دادن یا به شلاق محکوم کردنشون و یا به زندان. در چنین فضایی از تهدید و داغ و درفش و زندان برای فعالان و رهبران و پیشروان کارگری، برپایی تظاهراتی که بتونه پیام خودشو به سطح وسیعی از توده کارگران برسونه خیلی مهمه.